آدم خلاق ذهن منفی بوده که این عکس از اینجا دزدیده تبدیلش کرده به یک کسی که تو هلند بوده. حالا بمانید دیگه دیتیل چقدر اضافه شده. یه دختری که تو هلند زندگی میکرده، قرآن میخونده، مادرش این قرآن رفته به اعتراف میکرد، این تبدیل شد. حالا یک کسی شاید بگه خواهد نیتش خیر بوده، این کارو کرده نیتش خیر بوده، این قصه رو ساخته که مردم بترسن بیشتر به قرآن احترام کنن. حالا جواب نکته همینه که آقا برای اینکه مردم رو وادار به احترام به قرآن بکنی، شما حق نداری دروغ بسازی، حق نداری خرافات و شایعه رو بین مردم پراکنده بکنی. حالا فواید و مضراتش رو بگیم که این شایعه ها گسترش پیدا میکنه چه تأثیراتی داره. یک، بیان در مورد غیر مسلمان ها نگاه بکنیم که وقتی یه غیر مسلمان این داستان رو بخونه، یه کریستیان، یه غیر مسلمان این داستان رو باز بخوز از شیعه بخونه که آقا مثلا فلان شیعه یا فلان خانواده اینجور بوده و این کار کردن و بی‌احترامی کردن، این تبدیل به میمون شده. شما فکر میکنید این تأثیر پازیتیو و مثبت روی اون نامسلمان میذاره، غیر مسلمان، یا منفی؟ مثبت یا منفی؟ بدون شک منفی. دو حالت داره، یا میگه این راست واقعا اینجور بوده، خبر نداره که اینو ما رفتیم از جای دیگه دزدیده یه نفر، میگه این واقعا راست، میترسه، میگه نگاه کن این دین جادوگراست، مردم تبدیل به حیوانات میشن، مواظب باش نری طرف این دین. اگه میخوای سالم بمونی برو همون کلیسای خودت یا هر جا که هستی. این دین دین آدمای عجیب غریبه، جادوگریه. حالا یه وقت هست که میفهمه این جایی بود در فرضی که نفهمید دروغه. حالا بر فرض این که فهمید دروغه، اینو ما رفتیم از فلانجا برداشتیم، میگه نگاه اینا چقدر انسان ابلهی هست، یا چقدر این دین ناقصیه که خودش از خودش هیچی نداره، رفته از فلان نمایشگاه این عکس رو دزدیده زده به اسم معجزه قرآنش. یعنی علیه عزبالله اینقدر قرآن ضعیف بود که ما رفتیم این معجزه رو آوردیم. این نکته نتیجه گیری سوم من از جمله امیرالمومنینه که پیغمبر راه درست رو نشون داد، هدف درست رو نشون داد، اما برای این هدف درست از راه درست پیش رفت. برای اینکه مردم مسلمان بکنه هیچ وقت به شایعه خرافات متوسل نشد و تا جایی که توانست جلوی خرافات رو گرفت. اینکه مثلا میگن آقا موقعی که بیرون میشین از خونه اون آیه رو بخونین، این رو باز به اسم خرافات نچسبونین. یه چیزی هست که ما حدیث داریم، روایت داریم از پیغمبر که هر کسی دعا رو بخونه خدا انشالله حافظش هست. اون یه نکته هست، یه دعا هست. آیا وقت هست ما یه دروغ و داستانهای دروغ رو مثال میزنیم، دعایی که اصلا پای و اساس نداره، جملاتی که اصلا پای و اساس نداره. این که دستتون از 10 بار گاز بگیرین، نمیدونم از وقتا دیدین خانوما دارن، آقایون دارن، دست رو گاز میگیرن. نمیدونم بعضی از گربه سیاه دیدین، این نشونه بدیومی هست. اینجور مثالا اینا همه خرافاتی است که به اسم دین تحویل ما میدن. مواظب باشیم فرزندان خودمون رو، خدای نکرده اگه میخوایم نمازخونشون بکنیم، از راه غلط نمازخونشون نکنیم. که من میشناختم بچه فلانی نماز نخون، الان علیاذ بالله فلج شده. اینجور داستانا رو به کار نبریم. در اینکه مثلا یکی رو میخوایم وادار به نماز خوندن بکنیم، از راهش اول تشویقش بکنیم. اگر میتونیم درست، معجزه قرآن توی تبدیل انسان‌ها به میمون که نیست، خود عظمت آیات قرآن که دانشمندای غیر مسلمان دارن انگوش بدهن موندن در مورد عظمت آیاتش و معانی اون، اینا رو بریم بشناسیم به جای اینکه ما بریم دنبال اینجور داستان‌های غیر واقعی باشیم. این نکته دیگه، بحثی گفتیم جمع کردن پول از راه مثلا کنسرت، یا بعضی میگن ما میریم لاتری ثبت نام میکنیم به اسم مسجد. خیلی این ایده ها رو دادن که آقا مثلا ما میریم 10 تا بلیت لاتری میگیریم به اسم مسجد. اسلام پول لاتری رو نمیخواد که توی اسلام بیاد، توی دین بیاد. اصل هدف همین که میگه لاتری حرامه که اون پول نیاد توی زندگی آدما. که اگه مثلا اون مزه اون پول لاتری اومد زیر زبونت، خدا میدونه دیگه چه بلایی سرت میاد. برای همین که اسلام اجازه نمیده اگر میخوای به اسم دین و کار خیرم بکنی، از راهش وارد بشو. نه اینکه برو نمیدونم کنسرت برگزار کنیم پول جمع بشه. راه درست، هدف مقدس، راه مقدس میخواد. و ما نمیتوانیم به هر وسیله ای دست بندازیم، چنگ بندازیم تا به اون هدف برسیم. مواظب باشیم خرافات رو تبلیغ نکنیم. من دارم میگم قصه تغییر میکنه، خب این معیار فرق شد بکنه، 20 مدل قصه مختلف بنویسن،
آقا همینجا من اعلام میکنم روز قیامت هم من جوابتونو میدم، هر کی نامه نوشت که هر کس 50 تا کپی نکنه فلان میشه، آقا همینجا پارش بکنین، من ضمانت میکنم هیچ اتفاقی نمیفته، روز قیامت هم اگه گناهی بود برگردن من. همه اینا دروغه که 50 بار باید کپی بشه، 50 بار روش باید بنویسیم. میدونی آقا مثلا میگن این کپی کردن چه ضرری داره؟ من یه ضررشو مثال میزنم. اول که مردمو خرافاتی میکنه که آقا نکنیم این اتفاق میفته، نکنیم اون اتفاق میفته، همه مردم از ترس کار میکنن، معرفت و علم و شناخت از بین میره دیگه. اون وقت کسی عبادت خدا رو به خاطر ترس از قیامت نمیکنه، به خاطر ترس از این که همسایش یا برادرش علی عزو بلا نمیره میکنه. نیت تغییر میکنه. یک. دو، آفت دیگهش میدونی چقدر هزینه مالی ما ضرر میزنیم بین مسلمان ها؟ یه دونه کپی از روش 50 تا کپی گرفته میشه، 50 تا کپی میرسه به دست 50 نفر. این 50 نفر هر کدوم باید چند تا کپی بزنن؟ چند تا؟ 50 تا. این ضربش بکنی چند در میاد؟ 2500 تا. 2500 تا اول اینجا کاغذ حرام شد. این 2500 تا میرسه دست 2500 تا بنده خدای دیگه که هر کدوم از اینا باید 50 تا بکنن. این رقمی که این آخر بعد از مثلا توی شهر گسترش پیدا بکنه از میلیونر رد میشه. حالا میلیون ها کپی که میتونه توش مطلب مفید علمی چاپ بشه، یه خرافات توش چاپ شده. میدونی چه ضرری میرسه؟ پولی که مردم به جایی که میان تو راه درست استفاده بکنن توی این کپی کردن های بیهوده صرف میشه. وقتی که به اون تهش، به اون نتیجهش نگاه بکنیم، میبینیم اون رقم خیلی بزرگه که شاید باهوش رقم و قیمتی که از این کپی های بیهوده جمع میشه، ما میتونیم یه دانشگاه باز بکنیم، میتونیم یه دونه بیمارستان باز بکنیم با اون پول. ولی چی میشه که ما رو عادت میدن به یه جور خرافات؟ این نکته امشب ما بود که ما توصیف آقا امیرالمومنین رو در رابطه با پیغمبر گفتیم. یک، پیغمبر خاتم پیغمبران و کامل کننده این میشنی بود که 124,000 پیغمبر داشت. دوم، کلید و حلال خیلی از مشکلات بود. سوم، مردم به راه راست به یک هدف و یک گول و پرپس مقدس دعوت میکرد، اما از راه درست، نه به هر وسیله‌ای. پس توی یک کلمه، هدف وسیله را توجیه نمی کنه. باید از وسیله درست برای رسیدن به هدف استفاده کرد. صحبت آخر من، چون باز جمله از امیرالمومنین بود، یه نکته گوشه از زندگی امیرالمومنین باشه. ابن عباس میگه من اومدم درب دارالحکومه زمانی که فتنه مدینه اتفاق افتاد و مردم انتخاب کردن امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان خلیفه، من اومدم درب منزل حضرت علی علیه السلام، دیدن یکی از اون کسانی که معروف به مکر و فساد و یکی از کسانی است که در دستگاه معاویه هم قدرت صاحب پست و مقام هست، از داخل دارالحکومه امیرالمومنین اومد بیرون. اجازه گرفتم وارد شدم، رو کردم فرمودم یا علی، فلانی با شما چه کار داشت؟ حضرت یه لبخندی زن گویی بنده خدا اومده به من میگه که الان که خلیفه شدی مواظب باش با معاویه کار نگیری، بذار معاویه چند وقت خلیفه باشه، بذار در شام باقی بمونه، عزلش نکن، چرا که اگه عزلش کردی انقدر قدرت و انقدر نفوذ داره که میتونه برای حکومت تازه تأسیس تو مشکل و پرابلم ایجاد بکنه. ابن عباس میگه با اینکه من میدونستم این فرد چقدر انسان شری هست، چقدر انسان پستی هست، میگه ولی من با این نظرش موافق بودم. منم جمله همونو به علی علیه السلام ذکر کردم، یا علی راست میگه، یه چند روزی با معاویه کار نگیر، قدرت داره، نفوذ داره، خیلی ها رو با پول خریده، چند روزی باش کار نگیر، بعد از چند وقت که قدرت گرفت، پایه های دینت، پایه های حکومتت قدرت گرفت، اون موقع عزلش کن. یه ازت رو کرد به من گفت ابن عباس دیگه از تو توقع نداشتم، مگر آیه قرآن رو نخوندی؟ آیه 51 سوره کهف، ما کنت متخذ المضلین عضدا، آیه 51 سوره کهف. آیا نخوندی که خدا میگه از انسانهای گمراه از راه‌های غلط برای رسیدن